درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. در ویدیو قبلی مبنای دو رو اومدیم بردیم توی مبنای ده، درسته؟ یه عدد در مبنای دو رو تبدیل کردیم به عدد در مبنای ده. حالا میخوایم برعکسش بکنیم. یعنی چی؟ بذاریم من اینو پاک کنم. میخوایم یه عدد در مبنای ده رو ببریم در مبنای چند؟ به مبنای دو. مثلا اینجا یه عدد داریم، میخوایم ببینیم مبنای دوش چند میشه. یک مثال میزنیم اینجا، مثلا مثالی که میزنیم مثلا عدد چنده؟ عدد مثلا 13 در مبنای 10. میخوایم ببینیم که در مبنای 2 چند میشه. خب باید بیایم چیکار کنیم؟ از هر وقتی که مبنای 10 رو میخوایم ببریم به مبنایی، باید به اون مبنا تقسیم متوالی بکنیم. خب من اینجا میام این تقسیم ها رو انجام میدم، میگم 13 تقسیم بر 2 میشه چند تا؟ میشه 6 تا. 2 6 تا 12 تا، یه دونه باقی مونده داره. حالا میام چیکار میکنیم؟ میگم دوباره باز 6 رو تقسیم میکنیم. 6 تقسیم بر 2 میشه 3 تا. 3 2 تا 6 تا، باقی مونده 0. آیا 3 باز به 2 بخش پذیره، تقسیم پذیره؟ میگیم بله. تقسیم بر 2 میکنم، میگم یه دونه توش وجود داره، 1 2 تا 2 تا میشه چند؟ میشه 1، باقی مونده میشه 1. حالا از خارج قسمت میام چیکار میکنم؟ به سمت ابتدا باقی مونده ها رو میام اینجا مینویسم. خب یعنی میگم 1 1 0 1. این در واقع باید بشه همون عدد 13 ای که مد نظرمون هستش در مبنای 2. حالا حساب میکنیم، از قبل بلدیم دیگه، از قبل بلدیم. این میدونیم میشه 1، این میدونیم میشه 2، این 4، این 8. خب 8 و 4 میشه 8 و 4 میشه 12، با 1 میشه چند؟ 13. پس تقسیمی که انجام دادیم اینجا درست در اومد. حالا میام یه مثال دیگه میزنیم. من یه مثال دیگه اگر اجازه بدین. خب یه عدد دیگه مثلا 1 0 1 1 مثلا 1. این عدد رو میخوایم ببریم این مبنای 2. نه دیگه، برعکسش بود دیگه، قرار بود از مبنای 10 بیایم. عدد مثلا 29 در مبنای 10 میخوایم ببینیم در مبنای 2 چه عددی میشه، چه عددی میشه در مبنای 2. خب میام محاسبات رو انجام میدم، میگم 29 تقسیم بر 2 میشه چند؟ میشه 2 توی چند تا؟ توی دوتا چند تا دو داریم؟ یک دونه، یه دوتا دوتا. نه رو میاریم پایین، توی نه تا چند تا دو داریم؟ چهار تا. چهار دوتا هشتا، یه دونه باقی مونده. ببینید همیشه چون داریم تقسیم رو انجام میدیم، چون عدد ما مثلا عدد داریم به دو تقسیم میکنیم، باقی مونده یا باید صفر بشه یا یک باشه. اگر به ده باشه، تقسیممون به ده باشه، باقی مونده میتونه از صفر تا نه باشه. خب الان اینجا یک شد، درسته. حالا میام 14 رو تقسیم بر 2 میکنیم، میشه 7. 2 7 تا 14 تا، باقی مونده ببینید 0. باز 7 رو تقسیم میکنیم میشه 3. 3 2 تا 6 تا، ببینید 1 یا 0 میشه یا 1 میشه باقی مونده. دوباره با 3 رو تقسیم بر 2 میکنیم، میشه 1. 1 2 تا 2 تا، یه دونه. و اینجا دیگه 1 دیگه تقسیم بر 2 نمیشه دیگه. پس از همینجا به سمت شروع به سمت شروع میام اینو می نویسیم اینجوری میشه 1 1 1 0 1. این در مبنای 2 باید بشه 29 در مبنای 10. حالا میام حساب میکنیم دوباره باز از همون روشی که بلدیم، میگیم این 1، این 2، این 4، این 8 و اینم 16. خب میشه 16 به اضافه 8 به اضافه 4 به اضافه 2 که صفر نداریم میشه 1. خب اینو اگر حساب بکنیم باید بشه چند؟ باید بشه 29. خب 8 و 4 میشه چند؟ میشه 12، درسته؟ با 16 میشه 28، اینم 1 میشه 29. پس درسته. پس اگر در از مبنای 10 بخوایم بریم مبنای 2، کافیه که تقسیم های متوالی به 2 رو انجام بدیم. آخرین خارج قسمت اینجا، از آخرین خارج قسمت به سمت باقی مونده های قبلی میشه اون عددی که ما در مبنای باینری داریم و
به این صورت میتونیم اونو به دست بیاریم. پیروز باشید.